یک شنبه یکی از مهمترین کلیساهای قبطی های مصر مورد حمله تروریستی قرار گرفت و بیش از 25 نفر جانشان را از دست دادند و ده‌ها تن زخمی شدند. تعداد قربانیان از 60 نفر تجاوز می‌کند. این بمب یک ربع قبل از پایان مراسم قبطی‌ها در داخل کلیسای قدیمی منفجر شده است. شدت انفجار به حدی بود که شیشه‌ها و سقف کلیسای قدیمی فرو ریختند. این کلیسا در محله عباسی قاهره پایتخت مصر واقع شده. یکی از شاهدان عینی میگوید همه جا خون ریخته بود. خون بچه‌ها، مادران، همه روی زمین و لباس‌هایشان به خون آغشته شده بود. صندلی‌های اینجا همه خونین است. دری که سه برابر قد من ارتفاع دارد و تاریخی است با انفجار این بمب کاملا نابود شده است. نفرت و ترور تمام کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مسلمان، مسیحی، مهم نیست کجا باشد، در یک کلیسا و یا مسجد. امیدوارم ریشه ترور در این مملکت کنده شود و مردم بتوانند در آرامش زندگی کنند. هنوز هیچ گروه و یا سازمانی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. خبرنگار ما از قاهره میگوید توانایی گروه‌های تروریستی برای انفجار یک بمب در داخل یک کلیسا با وجود اتخاذ تدابیر شدید امنیتی نشان می‌دهد که همچنان باید نگرانی‌های زیادی در رابطه با این حملات داشت. همزمانشان از اختلاف‌های شدید قومی و مذهبی در کشور مصر دارد. محمد شیخ ابراهیم، یورو نیوز، القاهره.